خوش اومدین به یه ویدیو جذاب دیگه با یه موضوع خیلی خفن. شاید نتونین تا آخر این ویدیو رو ببینین. موضوعمون چیه؟ آیا عینکی شدن به فیلتر شکن ربط داره یا نه؟ سلام به گنگ سرد استاشتانی بچه اومدیم با یه کلیپ خیلی خفن و باحال دیگه. امروز یه موضوع خیلی جذاب داریم. آقا اینا رو آوردیم فقط که یکم فاز عوض شه، مثلا اولش یه جوری شروع کنیم اینجوریه. ولی اگر ویدئوهای ترسناک رو دوست دارین حتما تو کامنت ها بگین که ما یه سری ویدئو ترسناک هم پر کنیم. خیلی باحال. آقا به نظرتون واقعا فیلتر شکن ربطی به عینکی شدن داره یا نه؟ داره. تو عینکی هستی؟ من الان میگم چرا، من عینکم شیشه خالیش فرق نمی‌کنه، مثل سیسش میذارم. کو درش بیارم؟ جدا این چند تاست؟ این رو مرزترین سوالی که از عینک کمی پرسن، مثلا یارا عینک تو در میگه این چند تاست؟ خب من رو سمت جده کنم فقط تو شهر کافیت اینجوری میبینه. آها تو شهر الان میدونی چی شد؟ سوتی داد گفت تو شهر کافیت تحصیل داد. خودت گفته بودی خودش عینکه چشم خیلی ضعیفه بچه. نه واقعا من چشم ضعیفه ولی ژنتیکیه. ژنتیک شبها میبینی؟ ولی خب خدایی من یه تحقیق داشتم میخوندم، خب اینجوری که میگفت شب وقتی همه جا تاریکه نور گوشیتون تو چشاتون میخوره باعث آستیگمات شدن چشاتون میشه. تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار. ولی خب ربطی نداره، شاید یه نفر چشاش زیادتر آستیگمات بشه. اونو باید جدی از کجا بفهمیم؟ بچه ها من میخوام کمتر صحبت کنم، صحبت رو دوستان میگرم. الان میگه از کجا نگاه کنین، خیلی راحته. دو تا دمبل میدی دستش، ببینی کدوم دستش زودتر پسته. این بده. آقا خیلی دوستتون دارم، یه لحظه واسه من صندلی مشکل. آقا بریم یه وله ببینیم، بیایم با داستان رو شروع کنیم، من صندلیمو درست بچینم. سلام و برگشتیم با موضوع خیلی خفنه، این که آیا فیلتر شکن روی عینکی شدن تأثیر داره یا نه؟ شما تو کامنت نظرتون بنویسید. شما به عنوان کسی که عینکی نیستی تا حالا فیلتر شکن روشن کردی یا نه؟ دمت گرم. برای یوتیوب دیدن منظورش ها دیگه، کار دیگه ای نه؟ یوتیوب و آقا تو کامنت تیک تاک و تیک تاک که نمیشه. چرا میشه؟ سوتی داد بچه ها تیک تاک سرورش قطعه میشه. آقا تو کامنت ها بگین چند نفر تیک تاک دارن؟ بچه ها بگیم پیج من آموزش میدم. پیج خودت و بچه ها پیج سیمین رو حتما چیز کنین، بیان تبلیغ کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین. آره. حتما بگو راستی کانالتو بگو. آره دفعه قبل هم نگفتی سیمین سینا. بچه ها پیج رو نمیدونم تو دیسکریپشن حالا هر جا میذاریم، یا یعنی اینکه نم سیمین سینا رو سرچ بکنین میاد چنل من تو یوتیوب. تو هم میخوای چنلتو بگی؟ آره. آقا خوش اومدی. کیا رو ما اینجا داریم؟ خواهرم فانتمه، خیلی فان و سیمین، منم که میشناسیم محسن تکرار هستم، دوست داره شما. آقا بیایم یه وایس در مورد این قضیه گوش بدیم، هنوز هیچی نشده، وایس های مردمی رو گوش بدیم. نه داداش من خارج از کشور زندگی میکنم، بعد بدون وی پی ان عینکی شدم. آقا مثال نقض داستان این بود دقیقا. آره کسی که خارج نیست وی پی ان نمیزنه چرا عینکی باشه؟ این بده دیگه. این بده. و دلیلش هم اینه که اونجا همه چی آزاده، نیاز به وی پی ان نیست که. خب بذار یه دونه دیگه بخونم نوشته دوست خوب. آها قبلی بگم بچه ها، یه سری اومدن گفتن چرا اسما رو نمیخونی؟ چشم من اسما رو میخونم. نفر قبلی دوستمون که خارج بودن اسمش ایمان؟ ایمان؟ ایمان افضلی. آقای افضلی. آره ایمان. آقا دوست خوبمون جواد نوشته که نه ژنتیکیه ولی بی تأثیرم نیست. خیلی ریز. بذار یه دونه دیگه هم بخونم بعد بحث باز شروع کنیم. محلا دوست خوبمون، محلا خانم نوشته که کاش اصلا با فیلتر شکن آشنا نمی شدم. ببین که مثل این که واقعا تأثیرات زیادی روی جامعه داشته. ولی یه داستان بگم، آقا چرا قدیمی ها میزان کسایی که تو قدیم عینکی بودن خیلی کمتر از میزان کسایی که تو جدید عینکی هستن؟ اینا همه دیگه میدونن، همه میدونن. خیلی جمله پیچیده. آقا عینکی عینکی های قدیمی ها خیلی کمتر از عینکی های جدید هم. مثلا الان از هر چهار نفر یه نفر عینکی، ولی قبلا مثلا خیلی کمتر. اون موقع چون خیلی مسئله شده.
آره اینجوری سر خودمون میشیم. نه ولی دلیلش اینه که موقع زیاد گوشی اون چیزا نبود، اصلا نبوده. خب دیگه آره بابا با LCD هم بخواید مثلا VPN روشن کنی خیلی سخته، خونه نباشه کسی. اون موقع چقدر جمعیت زیاد بوده. آخ بکم و 11 تا بچه. بعد قشنگ این تیم بارسلونا هر کدومشون یه جایگیری خیلی خوب داشتن، هیچ وقت خونه خالی نمیشده و همم نسان به جواب رسید. نه ولی در کل بخوام صحبت کنم آقا، گوشی های جدید واقعا رو چش تاثیر گذاشته. مثلا همه اونایی که درس زیاد میخونن عینکی هن. حالا چه رفتی به گوشی داشت؟ چرا تایید میکنی شما؟ نه از ما خواهیم رو میگی. آره خواهیم که همه درس آنلاین شده. آفرین، آنلاین داره به ما ضربه میزنه. خیلی اصلا درس خوندن داره به ما ضربه میزنه. آقا درس خوندن چرا به تفریحات ما داره ضربه میزنه؟ به خدا میگن یه روز همه با هم تصمیم دیگه درس نخون. من یا هستم دیگه یه چالش رو بندازیم. آقا دیگه انرژی منفی ندیم، بچه‌ها دارن درساشون رو خوب میخونن. ولی بخوایم خیلی جدی، من احساس کنم این شما داره اینجا هدر میره. یه دونه وایس دیگه گوش بدیم بریم بعد بقیه داستانو چیز کنیم. آره حاجی بعضی از سایت‌ها خب فیلتر دیگه، طرف میخواد داستان بخونه چیزی. استاپ داستان. یه نکته بگم که اگه بخوای داستان بخونی نیاز به وی پی ان نداری. یه سری سایت هست که تو چرا گفتی آره؟ بابا خب میدونم دیگه، سایت هایی که داستان داره چون فیلتر نیستن. داستان کلیله و دمنه. آها داستان کلیله و دمنه. شاهنامه. من اینا شاهنامه میکنم. بذار اینا رو خاموش کنم، اینجوری بهتره. انرژی رو هدر ندیم چون اینا خیلی مهمه. اصلا افانی شد. آره بعد برای بقیه کلیپ هم لازم داره، یعنی هزینه نمیتونیم کنیم. این رجین هزینه کردیم و 20 تا کلیپ ازش بسازیم هزینه همون در بیاد. ولی مثل این که سیمین میدونه یه سری سایت هست که میرن داخلش داستان میکنه. بقیه پیان اگه سایتی هست معرفی کنه بچه. نه نمیشه خب این چلنج. خود گوگل ها. خود گوگل ها. بریم تو خود گوگل بزنید داستان خانی. داستان های مصور یا غیر مصور؟ غیر ها. خب بذار بقیه وایس رو چه گوش بده. برام لازم میشه. خب مثل این که لازم میشه. فیلتر دیگه، طرف میخواد داستان بخونه چیزی. برام لازم میشه. آه خدای داستان خونه خیلی برای قدیمه. خیلی وقت دیگه داستان بس که چه داستانی میخوای بخونی که تو قدیم نبود و الان هست و فیلتر هم هست. این بب ببین واقعا یعنی داستانای قدیم با الان متفاوت شده. آره بابا. من از اونجایی که نسل قدیمی هستم و نسل جدید نیستم داستانای جدید رو نمیدونم. امیدوارم شما هم مثل من اینقدر ذهنتون پاک و منزه باشه که از حرفای ما برداشت بدی نکنید. خب آقا یه نفر نوشته، اینو خطاب به خودم گفته، گفته اگه اینطوریه پس تو از زمانی که دوست دختر داری دیگه عینک نمیزنی. من همیشه عینک میزدم بای دیفالت از بچگی، تقریبا از سوم ابتدایی. خیلی زود با یه سری چیز آشنا شدم. با این اوصاف تو هم قبلا دائما فیلتر شکنت روشن بوده. ربطی نداشت خدایی. ببین ولی خود اینو جدی میخوام بگم. خب آقا یکی مثل من واقعا از سوم ابتدایی به این ور عینکی بودم. خب یعنی تازه سوم ابتدایی به بابام گفتم بابا من خوب نمیبینم و برام بریم مثلا چشم پزشکی. و خدایی یه چیز دیگه بود. چرا میگم خدایی 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 یا من خیلی آره. بعد قبلش هم این شکلی بود، من با 2 متر قد از بچگی من 2 متر رو بودم با این به دنیا اومد 2 متر. از 7 سالگی بعدش رشدی نداشتم تا الان. یادمه یه همواری ما داشتیم بالای آشپزخونه، همیشه موضوع کار داشتیم برای این وسایل دیفالت من این مارمولک رفتم بالای این. ولی خدایی اینو میخوام بهت بگم که مثلا اول ابتدایی من نیمکت های جلو مینشستم که تخته رو ببینم، یعنی از همون موقع چشم های من مشکل داشت. حالا یه داستان رو خیلی بالتر بگم، حالا اونایی که عینکی هن اینو میدونن، رفته بودیم مثلا خیلی پیش، شاید من 10-12 سالم بود، رفته بودیم دکتر همین بینایی سنجی و این داستان ها. بعد خیلی دیدیم مامان بابای ایرانی اصرار دارن که بگم به خاطر وسیله جدیده، مثلا آره این پای تلویزیون میخواب، آره فلان، آره اینجوری. بعد من با بابام بودم، بعد چشم پزشکی گفت که آره این چشاش یکم ضعیف شده. بعد یهو بابام این شکلی گفت که آره این پای تلویزیون هم زیاد نگاه میکنه ها. گفت نه ربطی نداره. آره خیلی میچسته به تلویزیون. نه ربطی نداره. یادمه. بعد گفت که
گفت که نه این پای تلویزیون میخوابه اینجوری نگاه کنه. گفت ربطی نداره این سرشو کج میکنه، نه این کتابو جلوش میکنه، هیچ ربطی نداره واقعا ژنتیکه. اونجا بود بابا میاد گشت 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 یه کولر پیدا کرد توی مطب خاموشش کرد. گفت دلم میخواد دیگه به نقطه شکست که رسید کولر خاموش میکرد در این حضرتون. ولی خدایی یه تحقیق من میخوندم به مثلا یه سری داستان هست که میگه کمردرد پسرها رب به این قضیه داره، فیلتر شکن و فلان و اینا، یا مثلا هوش پسرها رب به این داره. چیزی که من خوندم واقعا رب نداره. چرا خوندم رب به خودم داره به شما هیچ ربطی نداره، ولی واقعا به این قضیه به نظرم رب نداره. حالا شما نظراتون رو حتما تو کامنت بنویسیم بگیم بهمون که آیا تجربه این تو این زمینه داشتین یا نه؟ البته من این چیزی بگم، خب من فکر می‌کنم درست نداره. چرا حالا؟ البته شنیده از اون طرف رو قد هم تأثیر داره. آه رو قد؟ آفرین آفرین. اگه رو قد تأثیر داشت اون موقع چرا من اون موقع تو باید اینقدر بگیتیم؟ نه آخه من اینقدر هم دیگه نه. بذار یه وایس دیگه بشنویم، وایس خیلی خوبه. سلام داداش، من جوز روشندلا حساب میشم دیگه. من تقریبا 14-15 سالم بود وی پی ان روشن کردم. خیلی زود شروع کردم. اول اینکه بگم با احترام به تمام روشندل‌های عزیز که اینقدر خفن و اینقدر بال هستن که زندگیشون کنار نذاشتم، با اینکه روشندلن هنوز به زندگیشون میرسن، ولی ایشون میگه روشندل شدم، یعنی 14 سالگی وی پی ان روشن کرد. باز اون بعد فیلتر شکنم، الانم 30 سالم. 16 سال دانستا من یکی دیگه نگردش من دارم حرف میزنم. شما میگی یکی دیگه میگه این بویسا رو یکی دیگه نگردش من دارم حرف میزنم. الان این بویسا یکی دیگه نگردش من دارم حرف میزنم. اثبات کنم دارم میشم درس عبرت شما از شما درد نکنم. یعنی صداشو از شما درد نکنه کار آخرش دیگه تموم کرد. این دوست خوبمون تموم شد اینجا، مطلقا دیگه تموم شد. بله خب خیلی جذاب بود، میگفت که درس عبرت شما شده، درس عبرت بگیرید دیگه. دوست خوبمون به حد که رسیده که جلوشو از فاصله 10 سانتی با اومد نمیبینه. ولی بیایم بابا یکم از مشکلات این اکی صحبت کنیم. یه لحظه بغلش کنیم، وصیتش بود داشت میگفت دقایق آخر داشت تموم میشد. ولی یه سری مشکلات آقا عینکی‌ها دارن که بقیه ندارن. مثلا چی؟ سخت که میری نمیتونی اون زیرا آره. کسی چی جام؟ اون زیرا نمیتونی ببینی. نه گفتی به کسی، به خود گفتم اون زیرا نمیتونی. گفت نه نه جدی یه چیزی گفت. گفت نه نه اون زیر کسی رو نمیتونی ببینی. ادیتور اینجا رو فلش بک بزن قشنگ. سخت که میری نمیتونی اون زیرا آره. حالا اوکی کاری نداریم. بله خب من استخ رو دیگه نگفتم. خب حالا من مشکلات عینکی ها مثلا یکی مسخره شدن خیلی زیاده. امیدوارم به یه جایی درک فرهنگی جامعه ها برسه که عینکی ها رو مسخره نکنن. آره. یکی از بدترین چیزایی که میگفتن تشوی خوشگلی چرا گذاشتیش پشت ویترین. حالا نگم که من تشم خیلی خوشگله و اینا خیلی باحال و منظم هستم، ولی یکی دیگه چی بود؟ میگم اگه دماغ نداشته اینا که تو کجا می‌ذاشتی؟ اینو شنیدی مطمئن نشدی تا بود؟ من زیاد همین تیکه رو شنیدم، همیشه من اینا کی بود؟ یه تیکه باحال بگو. بدترین چیزی که شنیدی. بدترینش همینه، یه دو نشونه میدن میگن که خب این چند تاست بابا نام هستن. فقط رو شفافیت تأثیر داره. بعد یکی دیگه‌اش چهارچشمی. آره چهارچشمی هم خیلی بده. چهارچشمی آه این آقا یارو مثلا میاد عینکی هم نیست، میگه عینکی تو بده، عینکی تو بده بزنم رو چشام. آجی عینک واقعا مثل حوله یه وسیله شخصیه. آره دقیقا. حالا نه به اندازه حوله، ولی خب مثلا حالا میشه اگه خیلی با ترسنگی هستی خواهر برادر کسی، ولی اینکه از راه برسی عینک رو بده خیلی. آره مثلا رفتی تو مهمونی، حالا یه نفر هم داری نگاه میکنی که خوبه، بعد عینک تو باید بده یکی دیگه، بعد تو همین زمانی که عینک تو دادی یارو میره. چه ضرره گفت نیمت زد. یارو مثلا دیده که این دخترها میان تو مهمونی با چند دست لباس هم، مثلا تو همین فاصله که اینکه تو برداشت اینکه تو میزنی لباسش عوض شده. یک کامش میکنی حالا ما چشامون پاک و منظر به صورت نگاه نمی کنیم مثلا به لباس فقط نه لباس لباسش عوض میکنه و گامش میکنه. این بده، این خیلی بده، این واقعا. ولی بچه ها ازتون خواهش میکنم، میخوام فرهنگ سازی آخر کلیپ رو بگم،
ازتون خواهش میکنم که این وایس من دارم ازش با زور تو رو خواهی ازتون خواهش میکنم آقا فیلتر شکن رو در راه های خوب استفاده کنید تو کلیپ های ما رو ببینید لایک کنید کامنت دادن سابسکرایب کنید بچه ها کلا گذاشتم چون ویدیو قبلی خیلی ها گفتن که مود چرا اون شکلی بود مود چرا این شکلی بود دیگه کلا گذاشتیم خیلی ها تو ویدیو قبل هم گفتن که چرا تقلید کردی از یه سری آدم های دیگه بچه ها این یه اتفاقی که همه جای دنیا داره رخ میده خیلی ها میشنن جلو دوربین حالا صحبت میکنن در مورد مسائل و داستانهای دیگه مثلا خود ایرانی هم از خارجی ها اسکی رفتن ما هم از ایرانی ها خیلی خفن اسکی رفتیم حتی اسکی که نمیشه ما هم همسب که اونا کار کردیم خیلی دوستتون دارم دمتون گرم که تا این جای داستان دیدین خبر علمی هم دادیم دیگه چیز خاصی نداریم بگیم اینکاتونو گم نکن عینکی‌ها خیلی سخته پیداش کنی یکی از معضلات بزرگم عینک گم کردن راست میگی یه مدت من عینکی بودم خیلی عینکم گم می‌کرد مخصوصا زمانی که چشات 5.5 آستیگماته من چشام 5.5 آستیگماته یعنی ببین باور نمی‌کنی من داشتم میرفتم خدمت خود خدمتم باور نمی‌کرد که با این میزان ضعیفی چشمم دارم میبرن خدمت نمی‌دونم چرا معاف نشدم واقعا اینکم که مثلا اینکم که برمیدارم جدی دیگه تشخیص نمیدم الان داخل کلیپ هم بیرون یه مدت هم لنز میذاشتم ولی چون چشام قرمز میشد تو خونه رام نمیدادم دیگه اینکم رو برداشتم خاطر لنز بود آره دیگه دیگه چش قرمز بود خاطر چیز دیگه نیست که آقا خیلی دوستتون دارم دم همه تون میگم که تا اینجای ویدیو رو دیدین خیلی باله گنگستریم لعنتی آقا ما اسم این برنامه رو چی بذاریم؟ توی کامنت ها بیان ببین دیدی به خاطر همه چی ازشون کامنت میگیرم خدایی که کامنت بذارین یکم پولمون بیشتر شد به جا شمع این شکلی شمعای بزرگتر اینجا میذاریم جلو خودمون میکروفون از اینا هست که سپر خلصه داره منم میخوام تو رو سپر خلصه عزیز که خیلی من دوستش دارم امیدوارم که کلیپ های بعدی هم ببینین کلی ایده خیلی خفن و باحال داریم دمتون گرم عینکاتون رو گم نکنید هوا خودتون رو داشته باشین چون هوا خیلی سرده خب بریم بچه یه لباس دستم سوخت ای خاموش شد من اینا رو آخرش بذاریم تو چیز بذاریم تو پشت صحنه بله فندک تو جیب رضا بود هم دیدن تو ویدیو اوکی روشن شد ویدیو رو دست به دست کنید جامعه رو به دست بریم نه فقط باشیم بریم بچه ها بریم 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 سره بریم خب اوکی کادرمون یکی این آف کنه 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 یکی آف کنه آقا باز با این آف نشدن داستان آقا آف کنه یکی بپره این آف کنه Mad.